او داخل چادر را نشان می‌دهد تا از مشکلاتی بگوید که نه فقط او که همه ساکنان اردوگاه با آن روبرو هستند. سرمای شب طاقتش را تاق کرده بود. وسایل گرمایشی برقی اگر به دستشان می رسید به کارشان نمی آمد. می گفت برقی در کار نیست. در اردوگاه که سپاه و هلال احمر راه اندازی کردند 250 چادر برپا شده برای زلزله زدگان شهر آدیامان در جنوب ترکیه، شهری که هزاران قربانی داشته و بخشی از جمعیت 14 میلیونی آوارگان زمین لرزه از همین شهرند. ساعت 8 صبح ببینیم بطری‌ها به چه صورت هست. میبینید اینو من 6 صبح بوده شدم اینجا داشته کامل یخ میزده. شب اول بچه ها به من گفتن منفی 11 درجه ما بودیم، یعنی این بطری های آب تو چادرات یخ زد. هیتر داشتیم از روز اول اما نتونستیم استفاده کنیم چون برق نبود. دیگه یه تعداد الان چراغ والور آوردیم، البته خب یه آموزش میخواد، بحث ایمنیشونه. ساکنان اردوگاه و خارج آن فعلا از هیزم استفاده میکنند. چوبایی که میبینید اینجا کنار اردوگاه جمع‌آوری شده برای اینکه مردم تو بخاری های هیزمی استفاده کنن. یمک تا برق بیاید مردم اینجا بیرون چادر به هیزم و آتش پناه میبرند.